خلاصه ترور سوختودرم که گفتم و جرم ها. آقا توی این سریال گاندو دارن ابلاغ میکنن که جعل هویت، عناوین دروغین و اعمال کثیف جرم است. آقای مجتبی خامنه ای، جعل هویت محمود سیف به محسن ساجدی نیا جرم است. عناوین دروغین، یک تاجر معمولی در صورتی که سردار بیژست و نورچشمی جرم است. اعمال کثیف، اختلاس 13,000 میلیارد تومانی جرم است. کارها و اعمال هلدینگ یاس جرم است. چرا هیچ کس به این جرمها در نظام شما رسیدگی نکرده و نمی کند؟ این همش واسه ملت جرمه دیگه، واسه خودتون که جرم نیست، واسه خودتون چیز ثوابه، کار حلال و ثوابه، نه لیتری خون میکشید. تو هر کشورم که کارمندای بومی هم دارین و دیگه اون جوک حکم سفیر ایران به اون یارو توسط رئیس جمهور آمریکا هم که اون که دیگه خیلی خزعبل بود، دیگه خیلی خنده‌دار بود، چون که آخه رئیس جمهور خودش معلومه چند سال میمونه چند سال نمیمونه، بعد حالا یه هر کاری هم که این رئیس جمهور میاد میکنه اون یکی میاد میزنه تیر تپر میکنه، مصداقش اوباما و ترامپ. شما که این چیزا رو داده بودیم بابا، بعد اومدن ترامپ خیر سرتون استریال رو ساختین، حداقل یه چیز دیگه میذاشتین، انقدر چرتش نمیکردین دیگه. رئیس جمهور آخه چیه؟ 4 سال میاد، 4 سال دوم هم گارانتی تو جیبشه. این رئیس جمهورا میان 8 سال کلا وقت دارن، 4 سال اول در کشورهای ماها و همه کشورها رئیس جمهورا که میان، آقا همه میدونی 4 سال اول اعلام کنن که آقا چه گند و افتضاح‌هایی در مملکت وجود دارد و رئیس جمهور پیشین چه غلطایی کرده. این 4 سال اول تموم شد، وعده‌های تبلیغاتی 4 سال دوم، با توجه به کشف این گندها ما می‌خوایم اینا رو بیایم صاف کنیم. خب رأی که آوردن سر 4 سال دوم، آقا همه تو خودشون، به جون خودم حق این وقت این ساعت دارم راست میگم، همه تو خودشون میشینن میگن که بابا ما 4 سال همش وقت داریم، یه همچین موقعیتی هم یه دفعه تو زندگی سراغمون میاد، این جیبای خودمون رو پر کنیم، فلان کنیم، بیسار کنیم، حالا بعدی هم اومد 4 سال طول میکشه بفهم ما چیکار کردیم، بعد خودش پر کنه بره دیگه. گروه بابا ملت، تا ملت بخواد صداشون در بیاد و فلان و بیسار، نه یکی دیگه اومده. این که رئیس جمهور، بعد شما مثلا میگین که رئیس جمهور بهش حکم داده، رئیس جمهور آمریکا آقای اوباما اومد با سران 5 کشور دیگه برجام امضا کرد، ترامپ گوگله خوله اومد که برو ببینیم بابا برجام کیلو چنده، برجام مدل من اصلا قبول ندارم اونو، هیچ کشوری هم پسش بر نیومد. مثلا این بچه ها تو این فیلم گاندو اوباما مثلا به جیسون رضاییان حکم داده بوده به عنوان سفیر آمریکا در ایران، یعنی خدا وکیلی اگه شما این روحی جوگویی رو نداشتین ها، ما دیگه چیزی باز خنده نداشتیم. خدا خیرتون بده، خوب ما رو خندوندیم. تو چینم که نشون دادین که آقا مسلحین، اینم برمیگردیم به اون قضیه ترور در مستاق این که آقای محمود سیف از سفارت یا کنسولگری ایران در هر کشوری اسلحه تو تهیه میکردن. این هم که حالا دیگه خودتون دیگه تو گاندو نشون دادین دیگه. ببینید من 3 ماه نشسته بودم اون گوشه، داشتم ماستم خوردم، داشتم جونم رو حفظ میکردم، کارا میکردم، کاری به کارتون نداشتم، خودتون گاندو دادین بیرون. آدم خواست ببینه یه دفعه نظر شخصیش، تحلیل کنه این سریال براتون. آقا مجتبی دیگه مرتضا چی بود؟ دور زدن تحریم های نفتی. وای 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 اینم یه جا که دیگه اتون بود، دور زدن تحریم های نفتی. آره بابک زنجانیان و اینا همه همینجوری از تو لب لب در اومدن، از تو لب لب در اومدن و اینجوری
اینجوری بود دیگه. حالا الان هم که دیگه نه دور زدن نداره که آقا چیز زورزورگریه، بازی زور شروع شده. این انگلیس یه کشتی از شماها گرفت که داشتیم میدادیم واسه سوریه، شام زدین یه کشتی نفتی اونا رو گرفتین. خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر که اصلا خودش راه خودش رو، یعنی خودش معجزات خودش رو میذاره همجوری رو دست سفره، نیازی هم نیستش که بخواد هیچ کاری بکنه. این دیگه همه میدونیم که آقا تمام جنگ های بین کشورها سر همین نفت و پوله، همه میدونستیم، حرفشو میزدیم، ولی دیگه وقتی تو اخبار اومد دیگه علنی همه میشیم میخندیم، میگیم دیدی دیدی. بعد اصلا بدترش اینه که الان مجتبا، آقا مجتبا، آقا مجتبا، من دلم برای شما واقعا خیلی تنگ شده، دوست داشتم حضوری میدیدم این سوال ازتون میکردم. اینه که الان این انگلیس پشت پا زد بهتون، ترسا می رفت، این قول دوم ترامپ اومد، چه حسی داری؟ این همه پول ریختین طبق اون وعده وعیدها توی انگلیس و کانادا و استرالیا، الان حس شما چیه؟ اینقدر دوست داشتم الان با همون چادر جلوتون نشسته بودم همینجوری نگاهتون میکردم، این سوال میکردم که بعد برین بیرون جلسه بگین این زنک، این خانوم یه متر جلو دستم نشسته بود، باید همونجا خفش میکردم، چرا نکردم؟ یه اخبار اینجوریتونم به میرسه. ولی الان چه حسی دارین؟ الان رسیدین سر شعار این که یا ما یا هیچ کس دیگه، یا ما یا هیچ کس. ببینیم حالا اون الله جلی که شیطانی که میپرستید چیکار میکنه. ببینیم سنبه خداوند ما پرزورتره یا شما. ولی فکر کنم خیلی حس قشنگی باشه ها، رکبه که الرالجانی و تایبینا خوردی و پولام که الان رفته تو کشورهای مختلف دیگه یکی یکی بلوکه میشه، ملتو که از تو تاراج کردین، از بیرون هم که ممالک دیگه رو ساختین دیگه، دستون درد نکنه واقعا. آخرش هم هیچ جا ندارین. خلیج فارس، من میگم به جای این گاندوه که این گلی خانوم تو خونش داشت، یه استخ بگیرین، چهار تا دونه کوسه بریزین توش، بپرین توش، همزیستی مسالمت آمیز با کوسه ها رو تمرین کنید که وقتی خودم توی تور با هلیکوپتر بردمتون ولتون کردم وسط خلیج فارس، اونجا بتونین یه راه نجاتی برای خودتون پیدا کنین، یه دوستی بکنین با کوسه ها دیگه نخورنتون. بله میندازمتون همون جایی که دوست دارین، نفت و گاز و کوسه و اینا، تمرین کنین از الان، باور کنین دیگه نفسای آخره، تمرین کنین. و دیگه همه اینا رو گفتم دیگه، همه رو گفتم دیگه، شنود لیزری رو هم گفتم، تبادل، امان از دست این تبادل برجام. بخش آخرش من میخوام یه سوال بکنم، ملت، آقا ملت ایران، شما به نظر من یه مقدار شاد باشین، بعد یه سوالی بکنیم ببینین که این هزار خورده میلیارد دلاری که زمان تبادل مثلا جیسون رضایی آنو اینا آوردن ایران، با پرواز خاصم اومده بود ایرانو، تحویل دولت روحانی شد، این الان کجاست؟ میگن بودجه ندارن. این پولا کجا رفتن ها؟ بخش خصوصی هم که نمیتونه، یعنی سپاه میتونه تحریم های نفتی و نظامی رو دور بزنه، موشک بسازه الان، ولی واسه نون گذاشتن سر سفره شما تحریم نمیشه دور زد دیگه. بعد این پولام که اومده که نمیدونیم کجاست. آقای روحانی، جناب ظریف، من که شما رو تو استدیوی اصلی پرس تی وی دیدم اون سال زمان برجام، یه نامم دادم دستتون. جناب ظریف کجا این الان بیاین جواب بدین، بگین این پولا که از طریق میانجی های عزیز اومد دو دستی تحویلتون شد کجاست؟ نمیدونم والله به خودم. خلاصه که ملت عزیز،
ما امروز خواستیم به عنوان یک زندانی به عنوان یک زندانی درد کشیده و دربند با زندانی های سیاسی که علل خصوص به جرم جاسوسی بدبخت بیچاره ها تو زندان های ایران هستن همدردی کنیم بگیم اصلا نگران نباشید نظام جمهوری اسلامی سریالی درست کرده به نام گاندو گاندو کلید آزادی شماست چون ملت ایران مغز دارن مثل بعضی ها که خر نیستن که واقعیات رو میبینن و میفهمن که آقا از این به بعد هر کی دارن میگن جاسوس یعنی این آدم از ما کشف جرائم کرده خلاصه اینجوریه آقای گلپور که نمیدونم کجاست این گلپور بیچاره ما نفهمیدیم چی شد یه مش واسه ما اودیو مودیو فرستاد و اون دست خطاشو فرستاد ما گذاشتیم رو یوتیوب بعدم خبردار شدیم که سلولشو بردن بنده خدا رو سلولشو بردن گذاشتن چیز بغل همین در زندامان همه ملاقات ملاقاتش هم کم کردن ایشالله که آقای رئیسی به این پرونده ها رسیدگی کنن آقای گلپور آقای رستمی خانم دو تا بیعتیه که مادر بند خدا تمام زندانی های سیاسی و امنیتی آقای رئیسی رسیدگی بفرمایید خیلی از این بند خداها کسایی هستند که در رکاب آقای طائب بودن بعد اومدن مبارزه کنن رفتن 600 نفر هم کشتن قتل و جنایت هم بنابر باورهاشون انجام دادن بعد آخر سر اومدن دیدن ایوا پشت پرده خدا بابا طائبه دیگه هیچی دیگه حالا الان رفتن تو هلفتونی نکنید آقا این بند خداها رو بفرستیم بیرون آقا این گاندو کار خودشو کرد گاندو کار خودشو کرد من که خودم میخوام بشینم رو گاندو گزارش بفرستم گزارش بنویسم توصیه کنم به تمام سفرا این گاندو رو از دست ندین نکات کلیدی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سند از خود جمهوری اسلامی ایران آقا من که میخوام این کار رو بکنم آقای رئیسی شما یه کاری بکن این برای بچه های امنیتی واجاب و ساس به جون هم افتادن یه کاری بکن که این مملکت افسارش که دست علی بابا که نیه اون که دیگه هیچی این مجتبه رو نمیدونم یه افسار رو بگیریم دست یکی بدیم که دیگه خیلی اوضاع شیر یعنی خرتوخر دیگه از حد گذشته نشه آقا تکون بخورین آقا تکون بخورین تا نیمدن تکونتون بدن به هر حال ملت جان ببخشید سرتون درد آوردم و ولی گفتم که ساعت 8 دیگه خیلی هم صحبت کردم گفتم که حالا اینم گفته باشم یادگاری بذارم چون که دیگه از فردا میخوام بشینم سر نوشتن نامه به کشورهای مختلف مثل زمان زندانم تا روز 8 قطعا من نامه های خوبی مینویسم به سفارت خونه ها میفرستم و به همه هم توصیه میکنم به همه سفارت خونه ها توصیه میکنم که آقا حتما سریال گاندو رو ببینید حتما سریال گاندو رو از دست ندید و وقتی که دیدید دیگه به اندازه کافی سند دارین میفهمین چی به چیه ها بعد با تناب آمریکا و انگلیس هم تو چاه نرین چون آمریکا و انگلیس و ایران گولتون میزنن گول نخورین تو همون ایران هم یه مشتی هستن با آمریکا و انگلیس هستن فقط تنها تفاوتش اینو مینویسم تو تمام نامه ها برای تمام کشورها از الان گفته باشم نگین فلان نگین جاسوسه ها من هرچی می نویسم علنی هم می کنم با هیچ جان بس نیستم به همه کشورها می خوام بنویسم که آقا موزل حیاتی شما اینه که نفهمیدید که ایران حکومت در حکومتی بوده ما یه آقای رفسنجانی داشتیم یه حکومت یه سرپوش هم داشتیم رهبری یه حکومت دیگه این حکومت داخلیه که واقعا تمام روابط بین الملل و همه این چیزمیزا و اینجور چیزا دستش بود و فلان و بسار اینا رفسنجانی بود که رفیق فابریک آمریکا بود هیچی این دست نشانده آمریکا بود اینو زدین تیر تپرش کردین این بالا موجی قشنگه با انگلیس بود البته از حیث امور بین الملل ولی از حیث مثلا کارهای تروریستی و اینا صداشون ده نمیومد میخواستم مثلا سرمایه گذاری کنن
که چیز بود دیگه، اینا به نام مثلا امور بین الملل و اینکه میخوان خوب باشن و فلان و بسار، اینا در راه ترویج مذهب شیعه اومدن دیگه. حالا انگلیس هم یه خورده آوردن پای کار اینا که حالا فعلا کشته که نا ببینیم چی میشه. در نتیجه حالا رفسنجانی که مرده هیچی دیگه، تموم شده است اون حکومتی که رفته که آمریکا بره یه خاکی تو سر خودش بریزه با تمام شرکا و کسایی که بهش میپیوندن. ایران هم که دیگه سریال گاندو رو ساخته و دیگه ما عرضی واسه گفتن نداریم و مینویسیم، حالا اطلاع میدیم بهتون چیا نوشتیم و توضیح کردیم. میمونه کشورهای بی‌طرف اون وسط که دیگه حق و حقانیت رو ببینن و ایشالله که این ایرانی های عزیز از بند اسارت آزاد شن. چون من اعتقاد دارم اسارت فقط توی یه سلول و زندان بودن نیست. الانی که شما نمیتونین شاد باشین، شادی براتون حرامه، آرامش ندارید، آسایش ندارید، خیلی ها محتاج نون شبن و انقدر درگیری های کاری و زندگی دارین که حتی نمیتونین فکر کنین ببینین چی دورو براتون داره میگذره. تنها چیزی که الان ناجی نجات دهنده شما هست آزادیه، که وقتی شما آزاد باشین میتونین جهان رو نجات بدین از دست این مغز پشمکی ها. به هر حال که سرتون درد آوردم، اینم سال هفتمین سال روز آزادیمو به خودم تبریک میگم و میگم الهی شکرت، چیزی که ما رو نکشت قوی ترمون کرد. سومین سالگرد فوت پدر عزیزم رو هم به خودم تسلیت میگم. البته میدونم که جاشون اینجا خوبه، ولی آقا مجتبا دارم براتون و خوب و خوش و معید باشید. خداوند یار و نگهدارتون به امید آزادی. خدا نگهدار.